بر سمند خیال، برنامه‌ای با دکتر سیروس مشکی. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. دوستان بسیار عزیز و ارجمند، در دنباله برنامه سلسله برنامه‌های بر سمند خیال که ما سیر تحول شعر فارسی رو از آغاز تا امروز تعقیب می‌کنیم، همچنان در قرن هفتم هجری مطابق با قرن سیزدهم میلادی هستیم و می‌رسیم به یکی از بزرگان و خداوندان سخن فارسی، شیخ اجل سعدی. سعدی در سال 1210 هجری میلادی 1210 میلادی، یعنی مطابق با 606 هجری قمری، در شیراز متولد شد و در 690 هجری قمری مطابق با 1291 درگذشت. سعدی در تحصیلات خودش رو در نظامیه بغداد انجام داده بود و به دلیل تسلط بر زبان فارسی و عربی و تسلط بر آیات و احادیث قرآنی و حکمت فارسی به شیخ اجل معروف شده و به عنوان خداوندگار زبان فارسی. دو کتاب گلستان و بوستان او که مجموعه اشعار و همچنین مجموعه حکایات آموزنده و بسیار جالب و خواندنی سعدی هستند، از نمونه های باقی ماندنی ادب فارسی است. سعدی را از چند جهت تحسین کردند و گرامی داشتند. اول اینکه از لحاظ معروفه که میگویند سعدی رمانتیک ترین شاعر فارسی زبانه، در دوره‌ای که خیلی ها معتقدند که اصولاً رومانس یعنی تفکرات و تمایلات و روابط لطیف عاشقانه توسط غربی ها اختراع شده و کشف شده یا پیدا شده یا ایجاد شده و مردان شرقی بی بهره هستند از رومانس، باید به اشعار سعدی مراجعه کنند و ببینند که چگونه 700 سال قبل یک شاعر ایرانی، یک مرد ایرانی در اون دوران چگونه شعر گفته و چگونه زیباترین تغزل‌های نه فقط زبان فارسی بلکه دنیا رو ایجاد کرده. و خصوصیت دیگر سعدی مسئله حکایاتی است که عمدتاً در گلستان آورده و بعضی از اونها در باب جوانی یا در فضیلت قناعت یا آیین آداب پادشاهی و اینها خیلی هم مورد توجه صاحب نظران واقع شده، هم بعضی ها به ایراد کردن بعضی از داستانهای سعدی یا مثالهای سعدی رو غیر اخلاقی دانستند. خیلی ها هم او رو مسلمان ترین شاعر ایرانی میدونند، برای اینکه خیلی از آیات قرآنی استفاده کرده به عنوان شاهد در اشعار خودش. حقیقتش اینه که سعدی هیچ کدام اینها نیست، نه غیر اخلاقیه نه خیلی مسلمانه، بلکه او استفاده کرده از آیات و احادیث برای اینکه حکمت بالغه ایرانی و فلسفه اصیل ایرانی رو نشون بده و در مقابل آموزه های مذهبی اسلام خودش یک مکتب نوین و مستقل رو ایجاد کرده. به همین دلیل است که خیلی از صاحب نظران او رو شاعر زمینی میدونن، میشناسن، برخلاف مولوی که شاعر آسمانی شناخته شده.
بعضی ها هم باز به سعدی ایراد گرفتن، چون سعدی میدونید که معروفترین شعر فارسی رو او گفته، بنی آدم اعضای یک پیکرند یا اعضای یک دیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. در زمانی که و در جای دیگه در مقدمه گلستان سعدی میگوید که در آن مدت که ما را وقت خوش بود، زهجه 656 بود. در سال 656 و در اون دوران، دورانی بود که مغول‌ها حمله کرده بودند به ایران و تقریبا تمام ایران بجز خطه فارس که به خاطر سیاست اتابکان فارس در امان بود از هجوم مغولان، بقیه ایران در آتش میسوخت و به خاطر همین به سعدی بعضی ها ایراد میگیرن، میگن تو که گفتی چوزی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار، تو که از مهنت آدمی دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی، چطور خودت گفتی در آن مدت که ما را وقت خوش بود زهجه 656 بود؟ چطور تو وقت خوشی داشتی ولی نمیدونستی که دور تا دورت آتش هست و مردم دارن از بین میرن؟ و خب البته جوابش مسلمه، معلومه در اون زمان ارتباطات اونقدر نبوده، هرچند که به هر حال بیخبر نبوده سعدی از حمله مغول، ولی اون ابعاد فاجعه ای که به خاطر یورش مغولان پیدا شده بود در ایران احتمالاً مکشوف نبوده در اون زمان. در مورد سعدی خیلی میشه صحبت کرد، بسیار مسائل هست، نمونه های زیبایی از اشعار او هست که میشه گفت، ولی به هر حال فرصت ما محدوده و غرض فقط یک تر فتح بابیست برای اینکه علاقمندان خودشون تعقیب کنن. به هر حال سعدی هم از شاعران قرن هفتم و سبک عراقی ماست. اگر خاطرتون باشه اشاره کردیم که نخست سبک خراسانی پیدا شد، پایگزار اون رودکی آغازگر این سبک بود، بعدها دقیقی و فردوسی و ناصر خسرو هم ادامه دادن و بعد تا وقتی که رسیدیم به قرن ششم و شاعرایی مثل نظامی و عطار و عرض کنم بعد هم مولوی و سعدی و حافظ هم سبک عراقی رو به کمال خودش رسوندن. یکی از زیباترین سروده های سعدی همان است که میگوید که گلی خوشبوی در حمام، روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری، که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولی که مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. که این شعر رو همه در دوران دبستان و دبیرستان خوندیم و بلدیم. اما زنده یاد ملک الشعرای بهار تضمین بسیار زیبا و بسیار گویا و بسیار جانداری از این شعر کرده که در واقع مفهوم واقعی اون رو بیرون آورده. در این مخمس بهار چنین تضمین کرده سروده سعدی رو: شبی در محفلی با آه و سوزی، شنیدستم که مرد پاردوزی، چنین می گفت با پیر عجوزی، گلی خوشبوی در حمام، روزی رسید از دست محبوبی به دستم. گرفتم آن گل و کردم خمیری، خمیری نرم و نیکو چون حریری، معطر بود و خوب و دلپذیری، بدو گفتم که مشکی یا عبیری، که از بوی دلاویز تو مستم. همه گلهای عالم آزمودم، ندیدم چون تو و عبرت نمودم، چو گل بشنید این گفت و شنودم، بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم. گل اندر زیر پا گسترده پر کرد، مرا با هم نشینی مفتخر کرد، چو با گل مدتی عمرم گذر کرد، کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. به هر حال بسیار تضمین زیبایی زنده یاد بهار کرده. سعدی همونطور گفتم رمانتیک ترین شاعر زبان فارسی، یکی از زیباترین غزلهای عاشقانه سعدی آن است که میگوید، به یارش میگه من در روز قیامت بعد از هزار سال که برخیزم و دوباره جان بگیرم، دنبال هیچ کس نمیگردم و فقط دنبال تو در صحرای
قیامت و محشر دنبال تو خواهم بود. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. به وقت صبح قیامت چو سرز خاک برآرم، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم. به مجمعی که در آیند شاهدان دو عالم، نظر به سوی تو دارم، غلام روی تو باشم. به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم، ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم. حدیث روزه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم. می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن، وگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. Thank you.
بسیار خوب، بعد از این اجرای زیبا از غزل آسمانی شیخ اجل، اجازه بدید که به دنباله این بحث بپردازیم. همونطور که اشاره کردم، خیلی ها معتقدن که سعدی چون خیلی استفاده کرده از آثار اسلامی، شاعر مسلمانی بوده یا مسلمان ترین شاعر فارسی. اما اجازه بدید که تحلیلی رو که زنده یاد نادر نادرپور کرد از کارهای سعدی و سبک سعدی به عرضتون برسونم که فوق‌العاده روشنگره. نادرپور می‌فرماید تردیدی نیست که سعدی علاوه بر مراحل مقدماتی تلمذ، علوم دینی و ادبی زمانش را در نظامیه بغداد یعنی دارالعلم یا دانشگاه آن روز فرا گرفته و به مقام شیخوخیت رسیده است و تسلطش بر دو زبان عربی و فارسی لقب شیخ اجل را به او ارزانی داشته است. اما همه اینها چه ارتباطی با تازی پرستی و آخوند مسلکی او دارد؟ آیا حکایات گلستان و به ویژه باب عشق و جوانی را با اخلاق مذهبی نسبتی هست؟ آیا غزلیات سعدی را که از بهترین نمونه های تغزل جهان است با زهد عبوس اسلامی سازگار میتوان خواند؟ و آیا سرچشمه تفکر بشر دوستانه او را در احکام خشنی که به تعزیر و تکفیر و قصاص می انجامد میتوان یافت؟ چه نسبتی میان آن احکام و افکار کسی است که میگوید بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند؟ چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. راست است که سعدی در برخی از آثار خود مانند گلستان و بوستان از نوعی اخلاق سخن میراند، اما آن اخلاق از احکام مذهب اسلام برنخواسته، بلکه مجموعه ای از تجارب حکمت عملی است که سرچشمه‌اش را در زندگی ایرانیان باید جست. یک یا چند بار دیگر حکایات منظوم و منصور سعدی را باید خواند تا فهمید که منظور او از تکرار نام‌ها و توصیف اعمال ملوک عجم یا وزرای ایشان چه بوده است و نخستین ویژگی رسالت سعدی را از خلال همین حکایات در میتوان یافت که رجحان نهادن حکمت عملی ایرانیان بر اخلاق مذهبی تازیان است. از جمله سایر فضائلی که برای سعدی شناخته میشه این است که در قالب غزل‌های شعری، قوالب شعری یعنی غزل و قصیده و مثنوی و رباعی و ترکیب بند و ترجیب بند آثار بسیار شامخ و درخشان داره. اصولا چون دو اصطلاح غزل و قصیده خیلی به کار میره، به خصوص در رابطه با سبک خراسانی و عراقی، باید به عرضتون برسونم قصیده اشعاری است که معمولا بلنده، از قصد میاد، طرف قصد میاد، شاعر قصد میکنه که یک مطلبی رو بیان کنه و به همین دلیل اول یه مقدمه ای داره راجب طبیعت یا راجب جوانی یا مقدار پندان درست تا بعد برسه به اون منظوری که خودش میخواد بگه. و قصائد معمولاً از 14 بیت به بالاست و گاهی وقتا تا 90 و 100 بیت و بیشتر هم میرسه. اما غزل اشعاریست که بیشتر جنبه عاشقانه داره، جنبه انترتینمنت به قول فرنگی ها داره، یا رومانتیکه و معمولاً بین 5 تا 14 بیت هست. غزل اصولا یعنی در زبان عربی یعنی کلامی که خانم ها خوششون بیاد و غزل مردی است که مورد پسند خانم ها قرار بگیره و بنابراین تغزل یعنی سخن عاشقانه و غزل یعنی سخن عاشقانه. یکی همونطور که عرض کردم سعدی در سرودن اشعار و غزل های عاشقانه حیرت انگیزه. یکی از زیباترین غزل‌های عاشقانه او وقتی است که میگوید من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم. این در این بیت یک لغتی هست که شاید لازم باشه از ابتدا بگم. اوزار جمع وزر یعنی گناهان. به یارش در این غزل میگه که وقتی که روز قیامت اگر تو رو گفتن که گناهی کردی و بیا مجازات شو، حوالشون بده به من
گناهان تو رو به عهده میگیرم. من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم، حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم. تو مگر سایه لطفی به سر وقت من آری، که من آن مایه ندارم که به مقدار تو باشم. خیشتن بر تو نبندم که من از خود نپسندم، که تو هرگز گل من باشی و من خار تو باشم. هرگز اندیشه نکردم که کمندت به من افتد، که من آن وقت ندارم که گرفتار تو باشم. هرگز اندر همه عالم نشناسم غم و شادی، مگر آن وقت که شادی خور و غمخوار تو باشم. گذر از دست رقیبان نتوان کرد بگوید، مگر آن وقت که در سایه زنهار تو باشم. گر خداوند تعالی به گناهیت بگیرد، گو بیامرز که من حامل اوزار تو باشم. مردمان عاشق گفتار من قبله خوبان چون نباشند، که من عاشق دیدار تو باشم. من چه شایسته آنم که تو را خوانم و دانم، مگرم هم تو ببخشی که سزاوار تو باشم. گرچه دانم که به وصلت نرسم، باز نگردم تا در این راه بمیرم که طلبکار تو باشم. نه در این عالم دنیا که در آن عالم عقبا، همچنان بر سر آنم که وفادار تو باشم. خاک بادا تن سعدی اگرش تو نپسندی، که نشاید که تو فخر منو من آره تو باشم. یادتون باشه در 700 سال پیش هنوز خانم ها حضور فعالی در اجتماع نداشتن. روابط زن و مرد به این ترتیبی که امروز در دنیای غرب هست نبوده، و محاذا یک مرد شرقی در 700 سال پیش چنین احساسات لطیف و ستودنی رو از خود ارائه میکنه. داستان جالبی داره، داستانهای بسیار آموزنده و جالبی داره سعدی در گلستان. از جمله در یک حکایتی میگه که من به مسجد جامع کوفه در آمده بودم و چون پای افزار یا کفشی نداشتم، پام آبله زده بود از گرمای بیابان، سرم رو به طعنه بلند کردم به سوی بالا و گفتم خدایا شکرت که یک کفشی ندادی که پای من آبله نزنه. در این حال چشمم افتاد به بغلدستین، دیدم مردی داره دعا میکنه و شکر خدا رو به جا میاره که پا نداره، و خجالت کشیدم و گفتم خدایا به داده و نداده ات شکر. یکی دیگه از غزلهای زیبای سعدی اون است که میگه من ندانستم از اول که تو بیمهر و وفایی. این غزل رو بسیاری از گویندگان از جمله دکتر مهدی حمیدی شیرازی زنده یاد و همچنین استاد محمد حسین شهریار تضمین و مخمس بس و تخمیس کردن، یعنی از هر بندی در هر بندی سه مصرع اول مال شاعر جدیده و مصرع چهارم و پنجم مال سعدیه. تضمین شهریار چنینه: ای که از کلک یعنی قلم، ای که از کلک هنر نقش دلانگیز خدایی، حیف باشد مه من که این همه از مهر جدایی. این جناس رو ملاحظه بفرمایید که چقدر زیبا آورده، و این تشبیه رو که مهر و ماه، میگه ای ماه من، ای یار من، چقدر از مهر جدایی، چقدر بیمهر و بیوفایی. در این حال ماه که کره ماه خورشید، مهر هم نام دیگر خورشیده، همچنان که ماه و مهر از هم جدان در آسمون، تو ماه من هم از مهر، از محبت دوری. ای که از کلک هنر نقش دلانگیز خدایی، حیف باشد مه من کین همه از مهر جدایی. گفته بودی جگرم خون نکنی، باز کجایی؟ من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. مدعی طعنه زند در غم عشق تو زیادم، وین نداند که من از بحر غم عشق تو زادم. نغمه بلبل شیراز نرفته از زیادم، عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت، همه سهل است تحمل نکنم بار جدایی. تیر را قوت پرهیز نباشد ز نشانه، مرغ مسکین چه کند گر نرود در پی دانه. پای عاشق نتوان بست به افسون و فسانه، ای که گفتی مرا اندر پی خوبان زمانه. ما کجاییم و در این بحر تفکر تو کجایی؟ درد بیمار نپرسند به شهر تو طبیبان، کس در این شهر ندارد سر تیمار غریبان. نتوان گفت غم از بیم رقیبان به حبیبان، حلقه بر در نتوانم زدن از بیم رقیبان. این توانم که بیایم
سر کویت به گدایی. گرد گلزار رخ توست قبار خط ریحان، چون نگارین خط تصحیب به دیباچه قرآن. ای لبت آیت رحمت، دهنت نقطه ایمان. آن نخال است و زنختان و سر زلف پریشان، که دل اهل نظر بود که سریست خدایی. هر شب هجر برانم که اگر وصل بجویم، همه چون نی به فغان آویم و چون چنگ بمویم. لیک مدهوش شوم چون سر زلف تو ببویم. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. چرخ امشب که به کام دل ما خواسته گشتن، دامن وصل تو نتوان به حریفان تو اشتن. نتوان از تو برای دل همسایه گذشتن، شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن، تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی. البته به نوع دیگری هم این بیت رو میخونن: شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن، تا که هم سایه نداند که تو در خانه مایی. نرگس مست تو مستوری مردم نگزیند، دست گلچین نرسد تا گلی از شاخ تو چیند. جلوه کن جلوه که خورشید به خلوت بنشیند، پرده بردار که بیگانه خودان روی نبیند. تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. نازمان سر که چو گیسوی تو در پای تو ریزد، نازمان پای که از کوی وفای تو نخیزد. شهریاران نه که با لشکر عشق تو ستیزد، سعدیان نیست که هرگز کمند تو گریزد. تا بدانست که در بند تو خوشتر ز رهایی. به اجرای بسیار زیبایی توسط آقای شهرام ناظری از اصل این غزل توجه بفرمایید. من ندانستم عزیز.